یواش. سلام خانم. سلام جمال. ماهور اومده؟ نه خانم، آقا عزتم همین الان از خونه باغ برگشته. سلام خانم. سلام آقا عزت، ماهور خونه باغم نبود؟ نه خانم، همچین خوش خبر نیستم اون جمال. بی وقت رفتنمونم دایی خانمو نگران کرد. سلام مادر، شما چرا اینجا وایستادی؟ خب چشمم به در باشه، دل تو دلم نیست، میترسم یه بلایی سرش اومده باشه. آروم باشه، تیمسار کجاست؟ تیمسار تازه برگشته، اومده یه خبری بگیره دوباره برگرده. کجا میخواد برم؟ اگه میدونه ماهور کجاست. از اینکه دست رو دست بذاریم که بهتره. منم باشون میرم. تو رو خدا نری تو این اوضاع یه چیزی بهش بگی، حرفی بهت بزنه، حالش خیلی بده. آخه به من چه مادر من؟ مرجو بفرم. ملی خانم شما بفرم. بله بله. سلام. چه عجب، بالاخره شما تشریف آوردید. نمیتونستی حداقل امشب خونه بمونی؟ اسد خواهش میکنم. تقصیر شما نیست، کوتاهی از منه که وضعیت این خونه اینجوریه. اون از ماهور، اینم از تو. این چه وقت خونه اومدنه؟ الان که وقت این حرفا نیست. تو باش حرف نزدی، ندیدیش؟ من که همه رو تلفنی گفتم. ترسم یه بلایی سرش اومده باشه. نمیخوام ناراحتتون کنم پدر، اما شاید از ترس این سفر زورکی اینجوری خودشو گم و گور کرده. اگه تو توی گوشش نخونده بودی اونجوری تو روی من نمیستاد، کارم به اینجا نمیکشید. فکر میکنی اون شب من نشیدم به ماهور چی میگفتی؟ تو تحریکش میکنی، وادارش میکنی. من فقط درباره خودم حرف زدم. تو همیشه درباره خودت حرف میزنی، همیشه حدس و گمان خودت رو پیش میبری، حرف تازه ای نیست. تیمسار مرجان، منم با تو میام. تو یک جا نمیای، لازم نکرده پشت سر من ریسه بشی. تو من باهاتون میام، نمیتونم همینجوری اینجا بی خبر بشینم. تو نمیشنوی من چی دارم بهت میگم؟ مارو خانم تشریف آورده. سلام. سلام. تا حالا کجا بودی؟ نصف عمر کردی مارو. ببخشید. ببخشید پدر. ببخشید. همین. میفهمی امشب چی به ما گذشت؟ ها؟ میدونم نگرانتون کردم، ولی چی؟ من نمیخوام به این سفر برم. من نمیخوام به این سفر برم. باور نمیکنم که تو این حرف رو میزنی. من همیشه تو رو برای دیگران مثال میزنم، ما یه مباهات هم بودیم. باور نمیکنم. ببخشید پدر، میدونم از وقتی برگشتم جز دردسر هیچی براتون نداشتم. امشبم اصلا دلم نمیخواست ناراحتتون کنم، ولی شما منو تو بد مخمسه ای گذاشتی. میدونستم نخوابیدین. همه چیزات هم که جمع کردین. اومدی سر به سرم بذاری؟ پدر مادر چی کار میکنه؟ پیش تیمسار که جرأت نکردم برم. مادر بیچاره هم یه سر داره و هزار صدا. بنده خدا اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه.
وای تو رو خدا نکن. از فکر اینکه چه دردسرایی براشون درست کردن به اندازه کافی حالم بد هست. دیگه نمیخواستم باعث پریشونیشونم بشن. تو اینقدری که به فکر بقیه هستی فکر خودت هستی؟ منظورت چیه؟ من مطمئنم برخلاف حرفی که پدر میزنه این سفر راه نجات تو نیست. موندم چطور با عشقی که نسبت به استاد حافی داری حاضر شدی بری؟ چه عجب، برای یه بارم که شده انکارش نکردی. تو هم برای یه بارم که شده از تجربه تلخت نگفتی و طعنه نزدی. چون به نظرم دیگه فایده ای نداره و کار از کار گذشته. چطور انقدر مطمئن حرف میزنی؟ تا جایی که یادم میاد تو همیشه هر چی پدر میگفت میگفتی چشم، اما الان از امر و حکم پدری که همیشه مطیش بودی گریزون شدی. شاید کار بدی کردم. فایدهش چی بود؟ هیچ. خب نرو، اصلا کاری به عشق و عاشقی تو ندارم. منم دیگه دلم نمیخواد تنها باشم. تو که بری مادرم که همرات بیاد، وای نه من دیوونه میشم. خب خواهی تو هم بیا. جدی میگم نرو. یه چیزی میگی یا مگه ندیدیشون؟ من یه فکری دارم، یکم جرأت میخواد. میدونم شاید چاره اصلی نباشه، ولی ممکنه بتونه این سفر رو عقب بندازه. چی کار کنی؟ بهت میگم، فقط باید خوب گوش کنی. ای آقا، اذان صبح شد، شما هنوز بیداری؟ طفل معصوم خانم تو بد عجلی افتاده. نمیگم بد کردیم بهش گفتیم برگرده خونه پدرش، نه، هر آدم با اصل نسبم بود همین حرفا رو بهش میزد. خیلی پریشون بود، همین فکر مثل خوره افتاده به جونم. ولی چاره‌ای نبود، از جوون مردی به دور بود اگه حرف دیگه ای به دخترش میزدن. اونم با عشقی که تیمسار به ماهور داره. میدونم آقا، از نجابتت پارو دلت گذاشتی، اینم از آقاییته. حالا اینطوری معلول نباش، اگه این سفر قسمت نباشه 100 تا تیمسارم نمیتونن راهیش کنن. اگر هم شما دوتا قسمت هم باشید هیچ کس جلو دارتون نیست. خدا خودش مشکل گشاست. نشنیدین میگن خدا از سلطان محمود بزرگتره؟ کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کن. آقا برو بخواب، برو بخواب.
پس چرا این دختر نمیاد ناشتایشو بخوره؟ داره دیر میشه. یه جلسه خیلی مهم دارم که بعد از راهی کردن شما باید برم ستادی. من دیگه کم کم داره آماده میشه. دیشب قبل از خواب رفتم بهش گفتم چمدوناشو ببنده. صبحم رفتم یه سری بهش زدم، دیدم داره ابزار ادوات نقاشیشو جمع میکنه. تیمسار نکنه این سفر بیقرارش کنه نتونه طاقت بیاره. آدمیزاد زود به همه چیز عادت میکنه. هوای فرنگی بهش بخوره تمام ماجرا از یادش میره. نمیری آخرین صبحونه رو با پدر بخوری؟ الان وقت شوخیه. پس اگه میخوای آخرین صبحونت نباشه به جون میای یا نه؟ کجا؟ ما هموندی شب به چی گفتم؟ ولی آخه الان نمیدونم. با این ولی ها داری وقت رو تلف میکنی. دنبالم بیا، جای بدی نمیبرمه. یعنی هر جایی هم بری بهتر از این سفر زورکیه. یعنی میگی دوباره فرار کنم؟ اگه چاره ای هم جز این داری؟ اگه فرار نکنی شک نکن رفتنی هستی. من میرم یه کالسکه اوتولی کرایه کنم. اگه اومدی که هیچ، نایمدی من میرم پی زندگیم، تو هم برو پی سرنوشتی که پدر برات ساخت. مرجان تو مطمئنی؟ تو چی؟ میدونی که من حرفم حرفه، از طرف صبرم هم خیلی کمه. پس بهتر خیلی زود دلت رو یه دل کنی. قرارمون در پشتی. فائقه؟ فائقه؟ بله. مگه نگفتم زیر یه اجاق روشن کن؟ بله بله خانم. مرجانم نیومد. بهتره که نیاد، ممکنه حرفی بزنه یا کاری بکنه که اوقاتمون دوباره تلخ کنه. خواهش میکنم توی این مدت کمتر سر به سرش بذار. درستی که ازش دلخوری، ولی یکم ملاحظه‌شو بکن. اون جوونه، دل شکسته است، تازه حالش خوب شده، امیدوار شده به زندگی. بذار یه ذره به میل خودش زندگی کنه. این بیخوابی هم تازه دست از سرش برداشته. نمیخوام با سختگیری های زیادی دوباره برگرده به همون زندگی نکبتی که داشت. اون همیشه به میل خودش زندگی کرده. محض رضای خدا یه بار، حتی یه بارم که شده، ندیدم که باب میل من رفتار بکنه. اون یکی دوبارم که جلوش وایسادم، اون جلوشو گرفتم، برای این بود که دیدم با سر داره میره توی چاه. اگه سختگیری نمی کردم معلوم نبود چه بلایی سرش میاد. بله، حتی با وجود همه سختگیری ها، اون بلایی که نباید سرش اومد، دخترم سیاه‌بخت شد. تو همین کارم داری با ماهور بکنی. معلوم نیست این سفر پاریس منجر به خوشبختیش بشه. شک به دلم ننداز. به جای این حرفو بهتر بری سلاش بزنی بیاد. باشه، من هیچی نمیگم، ولی بهتر خودتون برید صداش کنید. ماهور عاشق شماست. نذارین این دم آخری با دلخوری از اینجا بره. فکر میکنی برای من ساده است؟ برای منم سخته که اونو مجبور بکنم خلاف میل خودش به سفر بده. ولی چه باید بکنم؟ ها؟ برای من تحمل دوری سخته، آسون نیست. ای کاش کاری نمیکرد که مجبور به یه همچین تصمیم نمیشم. دلربا. بله خانم، این چمدونا رو بذار بیرون، برو عزت رو صدا کن، براشون داره ببره پایین، بذاره تو ماشین. چشم.
زود باشه، نیم ساعت پیش از موعد حرکت باید کنسولگری باشه. بله چشم. خانم به ماهور بگید بیاد اتاق من. ماهور جا، ماهور جا، ماهور رو ندیدی؟ مگه تو اتاقشون نیستن؟ نه بابا صبر کن، اگه اونجا بود دیگه تو رو صدا نمی‌کردم. ای وای خدایا کجا رفته؟ نکنه باز دوباره گذاشته باشه رفته باشه. خدا کنه که تو عمارت باشن. بودو بودو برو ببین کجاست. ماهور حتما تا الان تیمسار فهمیده که نیستی. اگه باز بفهمه پای من وسطه لابد تیکه بزرگم بشن. محال پدر دیگه منو ببخشه. تازه داری میشه این من. ای مرجان الان وقت مزاح نیست. خب حق داری. سخته یه امور چشم تیمسان باشی بعد یه شبه چشمش بیفت. نه ترس، تیمسان رو خوشونش دنبالمون نیستن. مرجان تو از این کاری که کردین وجدانت ناراحت نیست؟ اگه به زور خواهرم رو میفرستادم اون سر دنیا بیشتر بوجدان برد. من واقعا دلم نمیخواد به این سفر برم، ولی نمیدونم کار درستی کردیم یا نه. باید چاره دیگه یا نداشتیم. درست و غلطش رو نمیدونم، ولی به نظرم راهی رو که رفتیم باید ادامه بدیم. تو هم انقدر نگران نباش دیگه، الان فقط قصدمون اینه این سفر رو عقب بندازیم. اصلا تو امارت نیستن، هیچ وقت اینقدر زود نمی رفتن سر کار. به آقا بگم. نمی دونم. ماهو کجاست؟ شاید تقصیر ماست که بچه هم اونجوری دارن از همون فرار میکنن. هر بی حرمتی و هر غلطی که دلشون میخواد میکنن، وقتی هم گرفتار میشن میگی تقصیر ماست که جلوشون نگرفتیم. از پس یه فوج سرباز زبون نفهم برمیام، از پس دخترای نادون و احمق خودم برمیام. نعمت من اینجا. ای آقا باز که شما بیداری. کاش یکم چشم رو چشم میذاشتی. میترسم بخوابم خواب آشفته ببینم. هر وقت چشم باز کردم سر چرخوندم چراغ مهمانخونه روشن بود. آخه مسلمان اینجوری که اپا در میای. خوابم نمیبره. میشناسمت، از فکر و خیال پناه به کار میبری. نعمت کسی تلفن نکرد؟ اگه مقصودت ماهور خانومه نه. یه تمل باید رفته باشه که ازش خبری نیست. ای آقا نفوس بد نزن. میگم آقا میخوای به یه بهونه‌ای تلفن کنم منزلشون یه خبری ازش بگیرم؟ به چه بهونه‌ای که برای خانم بد نباشه؟ به چه بهونه؟ آه همین که دیشب تیمسار اومد در خونه و سراغی از ماهور خانم گرفت. میگم خب ما هم یکم دلواپس شدیم. نه صلاح نیست،
ترسم هر کاری کنیم بعضا برای سخت در کنه. خب اینم یه حرفیه. چی بود نهبت؟ نامرسون یوسف هم برام کاغذ نوشته. چشم و دلت روشن. خیلی ممنون آقا. اولش فکر کردم خبری از خانوم شده. نامه یوسف هم کم شادی نداره. آقا تشکر. اوه چقدر سیاه کرده. مژدگونی بده. بله یوسفت نوشته یه چند روزی میاد مرخصی. درست میگی آقا. ایشالله شما با یه خبر خوش دلشان بشید. بیا نفردم ببر بعدا سر فرصت برد. آقا تشکر. اینجا من که گفتم بریم باشگاه سوارکاری گفتی حوصله ندارم. حوصله هیچ کاری ندارم. اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم. ما اینجا باشه بهتره تو یه شهر سرگرم باشه. اگه تیمسا رو کل گوشون زیر دستش هم جمع کنم اینجا نمیتونم پیدا کنم. حداقل تا مورد حرکت بعدش چی؟ حالا بعدش یه فکری میکنم. برو تو. نگران چی؟ بی بریم اونجا آخرش چی میخواد بشه؟ سفر بی سفر اینقدر حال خودم این خودتو بد نکنم. ببخشید من همش دارم قور میزنم اونم موقعی که تو خودتو به خاطر من انداختی تو درد سر. یه خواهر که بیشتر ندارم. وانگهی باور کنی یا نه اصلا دارم نمیخواد دوباره تنها بذاری و بریم آن. ممنونم مرد. میونت کم با پدر شکراب بود. الان با این اتفاق بدترم میشه. نمیخوام دردی که من کشیدم تو هم تجربه کنی ما. یه بشین. بشین اینجا. یه چیزی سفارش بده من زود برمیگردم. کجا میخوای بری؟ سر کارم میزون. میزون؟ الان میزون اولین جاییه که میان دنبالمون میگردن. نمیدونم. ولی برای رد گم کنی بد نیست که سر بزنم. همین که ببینن همه رفتن تو منم قیب هم زده کافیه واسه اینکه بفهمن پای منم وسط. زود برمیگردم ازم. بشین. گارسون سفارش بده زود سپنتا معمولا این وقت روز اینجا نمی اومدی. منم خیلی وقتی که شما رو اینجا ندیدم. چی شده نیومده؟ میخواین تشریف ببرین؟ نه خیلی سقف تو با تفتیش و بازجویی برداشتن. راستشو بخوای یه جورایی در حال فرار هستی. هستید؟ با کی داری فرار میکنی؟ پدرم امروز قصد داشت مامور و همراه مادرم راهی انزلی کنه از اونجا با کشتی که عازم فرنگی بفرستتشون پاریس. ما هم چاره ای نداشتیم جز این که دم رفتن تیمسا رو قال بزنیم. چه دخترهای بدی؟ در حقیقت دلیل این گرفتاری شما هستید. چون بهانه پدرم گیر و گرفتاریه که تامینات برای ماهور درست کرده و میگه اگر اینجا بمونه و دست از پا خطا کنه دوباره گرفتار میشه. تو که از پس پرده ها خبر داری چرا داری اینو میگی؟ بهانه تیمساره. به صرف دستگیری خواهرت لابد با خودش فکر کرده باید این نقطه ضعفش رو از من دور کنه. مخصوصا الان که نتونست شهاب رو از دسترس من خارج کنه. منظور چیه؟ فردای اون شبی که تیمسار با سپه و جهانیان دیدار میکنه حکمی از طرف موافقم به من میرسه برای انتقال شهاب تا سرنخای دوسیه روز به از من دور بمونه. تیمسار خیلی خوب میدونه
که هر اقدامی علیه اون دوستی که میتونه براش گرون تموم بشه، برای همین میخواد پیش دستی کنه و دخترشو بفرسته اون بر. البته پدر جان شما فکر میکنه تنها دستاویز من برای تحت فشار قرار دادنش ماهوره، برای همین کجا بهتر از پاریس برای دختر دردونش. پس خواب و خیالاتی که پدر برای ماهور دیده ربطی به کارهای ماهور نداشت و همه اینا شک منو نسبت به پدرت بیشتر میکنه. امیدوارم کاری به کار خواهرم نداشته باشی، چون همونطور که از دست پدرم نجاتش دادم از چنگ شما هم درش میارم. شیرفهم شد؟ خیلی خوب، حالا نمیخواد اینجا برای من چنگ و دندون نشون بدی. خاطر جمع، خواهرت سر به راه باشه، کسی کاری به کارش نداره. اگه به هم قول بدی هیچ‌وقت از فراری دادنش پشیمون نمیشه. قرار شد به هم اعتماد کنیم. ولی تو و تیمسار الان با هم در افتادیم. هیچ بعید نیست خیالات پدرم بی جا نباشه و تو دست بذاری رو نقطه ضعفش و ماهور این وسط بشه گوشت قربونی. نترس، تو الان سرباز منی تو دژ دشمن. من چرا با تو رو به خودم دشمن کنم؟ به علاوه من اونقدر دستم خالی نیست که بخوام یه خانم زیبا و متشخص رو سپر بلای خودم کنم. این بار دومیه که میشنوم از خواهرم تعریف میکنی. بار اول تو ضیافت بود که بعدش سر از تامینات در آورد. امیدوارم بار دومی وجود نداشته باشه. اینقدر بدبین نباش دختر. کجاست این خواهر فراریت؟ نمیبینمش. همینجاست. خوبم شد ندیدیش. با گرفتاری که براش درست کردی فکر نکنم از دیدنت خوشحال بشه. پس تا دیر نشده باید دلش در بیارم. بهتره کاری به کارش نداشته باشی. ماهور نباید بدون راجع به اتفاقات امروز باهات صحبت کردم. تو مثل اینکه یادت رفته با کی طرفی. راستی تمرس میخواد تیمسا رو ببینه، حواست به دورورت باشه، نمیخوام چیزی از چشت دور بمونه. حالا انگار این تویی که یادت رفته با کی طرفی. جناب سرهنگ. سلام. اجازه میدی؟ خواهش میکنم. گویا بانو هنوز از من کدورت به دل دارن، از دیدن من خوشحال نشدن. کیه که از دیدن باز پرسش خوشحال شد؟ کم لطفی میفهمی. من قبل از اینکه باز پرس باشم دوست قدیم خانوادگی شما و همین دوستی با پدرتون به دادتون رسید. بگمونم از وقتی پای من به تامینات باز شد دیگه چیزی از اون رفاقت باقی نمونده باشه. ظاهراً شما خانوادگی عادت دارین که خودتون رو از هر خطایی مبرا بدونین. بد نیست گاهی ذره ای جای اشتباه و خطا رو بذارین. فراموش نکنید که اگر من لطف و ارادت رو به شما و پدرتون نداشتم ممکن بود سرنوشت بدی در انتظارتون باشه. آه، پس من الان باید قدردان شما باشم. خیلی ممنون که حق دوستی رو تمام و کمال به جا آوردین. الانم اگر اجازه بدین از حضورتون مرخص میشم. قهوه‌تون رو نخوردین؟ این فرار از ترس یا نفرت؟ نه ترس نه نفرت. چرا باید در مورد چیزی که تموم شده حرف بزنیم؟ بانو، یه چیزایی تموم میشه، پشبندش یه چیزای جدیدی شروع میشه. مقصودشون رو نمیفهمم. چرا این ترس و نفرت رو تبدیل به دوستی و محبت نکنی؟ فکر نمی‌کنی زیاد شیرین شده؟
میبینی؟ حتی اون قهوه تلخ هم میتونه شیرین بشه. چرا تلخیه بین ما شیرین نشه؟ بین ما؟ ما دیگه کاری با هم نداریم. امروز هم از سر تصادف هم دیگر رو دیدیم. مطمئن باشین هرگز دیگه خطایی نمی کنم که مجبور به زیارت شما بشم. برعکس، من خیلی مشتاقم که با شما دیدار داشته باشم، ولی نه در تأمینات و در قالب بازپرس و متهم. بانو، چرا من و شما جور دیگه ای کنار هم دیگه نباشیم؟ دیگه وقت رفتنه. میدونم برای شما آسون نیست، ولی بهش فکر کنید. از محالات حرف میزنین؟ شاید، ولی من میتونم محال ممکنش کنم. اگه شما از در رفاقت و دوستی و آشتی با من در بیاین، بهتون قول میدم که یه سپنتای دیگه ببینید. بهتره همینی که هستیم بمونیم، این رول بیشتر بهتون میاد. کنایتون رو نشنده میگیرم، منتظر جوابتون هست. انتظار بی حاصلیه. منم صبرم زیاده، وقاحتتونم خیلی زیاده. احتشام بشین تو ماشین. دوتا آهوی گریزپای تیمسار دیدیشون احتشام؟ کی فکرشو میکرد؟ تیمساری که بدون اذن و اجازهش آب از گلوی کسی پایین نمیرفت، کارش به جایی کشیده که دخترش دارن فیتیل پیچش میکنن. آفرین. اگه حواست به خونه تیمسار نبود، ما امروز از این ماجرا بیخبر بود. با دیدن دخترهای تیمسار دیگه مطمئن شدم که چی ضربه نهاییشو بهش میزنه. منم لازمه که چیزی بدونم. فعلا نه، تو فقط حواست به خونه تیمسار باشه. با این ملاقاتی که من داشتم متوجه شدم که اتفاقات بیشتری در راهه. آره را بیفت. همین خوبه، از همین برام یه قوارو بدوز. بله خانم. برو. ماهور اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتم برم اونجا بمون خودم میام دنبالت؟ برای چی رو افتادی اومدی اینجا؟ همین در به در دنبال تو میگردن. ماهور از فونه بعدش میاد در لونش سبز میشه. تو میدونستی این روز سپنتا میاد کافه؟ تعجبی نداره، خیلی هم میان اونجا. اینم از خوششانسی منه. ببینم برای این انقدر پریشونی، میدونستم چشمت بهش بیفته خاطره اون شب برات زنده میشه. نگران نباش، از سمت اون هیچ گزندی بهت نمیرسه. اگه میخواست برسه همون شب میرسی. این آدم نحسه، از وقتی پاشو گذاشت تو ضیافت همینجوری دارم بعد میارم. امروز یه حرفای مزخرفی میزد. باهات حرف زد؟ چی بهت میگفت؟ لعنتی، اصلا نمیشه شناختش. امروز کلا یه سپنتای دیگه بود. میدونم. حالا دقیقا چی بهت گفت که انقدر برزخ شدی؟ هیچی، اصلا دلم نمیخواد راجبش حرف بزنم. یادم که میاد مشمئز میشم. به
بگم اونم یه نقشه زیر سر داشت. مرجان دارم فکر میکنم شاید واقعا حق با پدر باشه و من برای یه مدتی باید تم میدادم به این سفر. دیدن سپندا بی حکمت نیست. این دایه حرف میزنی چه حکمتی؟ در ضمن پدر هر کاری که کرده برای خودش بوده. این سفر اجباری هم چندان ربطی به کاری که تو کردی نداره. منظورت چیه؟ هیچی، همین که شنیدی. پدر همیشه هر کاری که میکنه برای خودشه. بیشتر از اینم نمیتونم چیزی بگم. تو هم فقط آدمو گیج میکنی همین. حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای برگردی خونه یا به این قایم موشک بازی ادامه بدیم؟ آقا صبحانتون آوردم. به سلامتی جای میخواین تشریف ببرین؟ یادت رفته من گاهی مدرسه هم میرفتم؟ بله آقا ملتفتم، ولی یه مدتی بود به خاطر دستتون نمیرفتید. حالا چرا نگفتید خودم برسونمتون؟ عجله دارم، خودم بیرون کالسکه میگیرم. ای آقا صبر کن، چه عجله ایه؟ من الان درشگر آماده میکنم. آقا طوری شده نمیخوای به من بگی؟ پیله نکن پیره مرد، این حرفا رو هم پیش نکش. آقا رود نمیشه یا دیگه نگران خانم نیستی؟ ای بابا اگه منم بهش فکر نکنم تو باید یادم بندازی. اصلا دارم میرم مدرسه که خونه نباشم و فکر خیال نکنم. آقا میخواد بد بشه یا نشه، همین الان میرم تلفن میزنم منزل خانم ازش خبر میگیرم. نعمت. بله آقا. یادت رفته تیمسار چی گفت؟ به نفع اون دختره که به حرف خانوادهش گوش کنه. حتی اگه بخوام بفرستنش فرنگ دیدارتون ببونه به قیامت؟ من فکر خودم نیستم، خیر و صلاح اونو میخوام. صلاحش اینه که بره وقتی دلش اینجاست. ماهور زندگی خوبی در انتظارشه، هیچی هم کم نداره. اصلا چرا آدمی مثل منو باید انتخاب بکنه؟ آقا اون قدر شما رو میدونه، هنر شما رو میفهمه، دلبسته شماست. اونم مثل من به این دیدار عادت کرده، یه مدت که نهید از سرش میفته. عادت؟ آقا این اومده شدها بیشتر از یه عادته، به همین آسونی از یاد شما خانم نمیره. چه بره چه نره چاره ای نداریم. تیمسار دخترشو آقا همش که شد تیمسار، پس خود شما چی؟ ببینم نکنه واقعا دلت میخواد خانوم بره فرنگ و شما مجبور نشی با تیمسار در بیفتی. دلم نمیخواد به خاطر من تو شرایطی قرار بگیری که با کس و کارش در بیفته. بله آقا حالیم شد، ملتفتم که دلتون نمیخواد به خاطر شما درد و رنج به جونش بیفته. ولی آقا الان موقعی پاپس کشیدن و پشت کردن با خانم نیستا.
یادتونه پدر خدا بیامرزتون همیشه این شعر رو میخون، اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش دیال خود داری. حالا آدم آشوب میکنه بعد میگه خود داری. نعمت. بله آقا. ببینم غیر از تلفن راه دیگه هست که از حال خانم بخبر بشیم؟ بله آقا، تو نعمتو داری به دلت بد را نده، خودم میرم. یعنی میری خونه تیمسار؟ آقا خومه خونش که نه، برم همون دور بر یه سرگوشی آب بدم، از نوکر کلفتی خبر بگیرم. آقا ایشالله که بار سفر نبسته باشه و من خوش خبر برگردم، از سایه راهی میشم. شما تا ناشتاییتون رو بخورید من برگشتم. نعمت. عشق یک نقاشیه دلتنگ رویه